محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 25 است. می خواهیم که با شما تشریح کنیم که چگونه توسط سافتویر مطلب انتیگرال های معین و غیر معین محاسبه می شه. کامند انتیگرال INT است که در اینجا سنتکسش ما نوشته کردیم که انتیگرال غیر معین fx توسط INT fx، و به همین شکل اگر انتیگرال ما دو متحول داشته باشه باید نظر به x انتیگرال بگیریم، داخل سنگل کوتیشن نوشته میکنیم، انتیگرال معین هم حدودش معرفی میکنیم. ما سه دانه مثال اینجا در نظر گرفتیم که یعنی چگونه میتونیم در مثال اول انتیگرال غیر معین محاسبه کنیم، در مثال دوم انتیگرال معین است و در مثال سوم هم انتیگرال های دوگانه است. اینجا ما برش میگیم مثلا برای مثال اول سیم سیکس، به خاطر که به شکل سمبولیک تابیر معرفی میکنیم، تابیر برش معرفی کردیم و مساوی سیکس مرا با منفی پنج اکس و آی ان تی وای در حقیقت انتیگرالش محاسبه میکنه. به همین شکل اگر بخوایم که حدود انتیگرال های معین محاسبه کنیم، باز از یک تا سه، از یک تا سه حدودش هم معرفی میکنیم. اگر انتیگرال های دوگانه را معرفی کنیم به همین ترتیب، یعنی یک انتیگرال ای دیگه انتیگرال INT INT، تابع ما تابع فنکشن ما x مربع جمع y مربع است که f است، و ایج تحول وای نشان میده که وای از صفر تا ساین اکس است، و اینجا هم تحول اکس نشان میده که از صفر تا پای است. یعنی میگیم برش سمس اکس تابع وای مساوی و وای مساوی و اینجا داریم وای مساوی و سی اکس مربع منفی پنج اکس. و از این وای انتیگرال میگیریم INT انتیگرال وای، انتر میکنیم، این انتیگرال تابع سی اکس مربع منفی پنج اکس محاسبه شد. باز اگر انتیگرال معینی از یک تا سه بگیریم که در اینجا است، این است مثال دوم از یک تا سه، واضح است که تابع اف از یک تا سه انتیگرال میگیریم. اینجا نشته میکنیم کاما یک کاما سه، این میشه انتیگرال تابع وای از یک تا و سه که نتیجهش شش است. در صورتی که انتیگرال دوگانه رو بگیریم، ببینین باز هم سیمز، هم x به شکل سمبولیک است هم y، سیمز x کاما فاصله y. حال تابع f معرفی میکنیم، f مساوی بود با، دقت کنین اینجا f مساوی است با x مربع جمع y مربع. حالا دو انتیگرال میگیریم، انتیگرال قوس، انتیگرال قوس از تابع اف انتیگرال میگیریم، در صورتی که اینجا نگاه کنین اینی قسمت نشان میده که وای تحولش از صفر تا ساین اکس است، و در آخر نشان میده که اکس از صفر تا پای است. این برش معرفی میکنیم، میگیم که وای ما تحولش از صفر تا ساین اکس است، ساین اکس و قوس بسته بالاخره کاما، و اکس ما که بعدیش است از صفر تا و پای است به این شکل، و ای را انتر میکنیم، بالاخره انتیگرال دوگانه محاسبه میشه که من مفصل اینجا هم امو پروگرامش نوشته کردم
یعنی اینی انتیگرال نظر به وای است و بالاخره انتیگرال آخریش هم نظر به اکس است که انتیگرال دوگانه به سادگی محاسب میشه و به همین شکل ما میتونیم انتیگرال توابع مختلفه چه معین باشه، چه انتیگرال های سگانه یا دوگانه باشه یا غیر معین باشه و بسیار سادگی در سافتویر مطلب محاسبه کنیم. شاگردای بسیار عزیز، لطفاً لکچر بعدی را تعقیب کنید.